اجازه مامان خواهرم. بله. دختره با ماشین عروس مسعود میرن، امیریانم با اون رفیقش. الله اکبر. چی شد؟ خدا حافظ. زن تو برداشتم بردن. مرهم جان من تایی جان. خودش این گوشی ضعیفه رو یه جای دوستیدن یا یه جای گذاشتن صداشو نمیشه به دیگه. درست هم صحبت کن جمعی شیخ ضعیفه زن. زنم آقا بعد خودم خانه دوست من درست زرزر کنم. تو رو سلامه زنم هرچی دوست دارم باش زر میزنم. تکون نکن خو؟ الاسطوف الهوایی، الاسطوف الهوایی. با هم بریم به یه مکان دور و فضا مزامون دیگه بشه جور و دور تو هی من بگردم با تور و چش حسود دارا بکنیم کور و بشینیم پوشه یه الگانس از پاریس بریم تا فلورانس. میزنم واسه تو آفتاب بالانس واسه یه ایجاد کمی رومانس. بیقرارم کردی تو، شکارم کردی من، خراب تو شدم ببین چی کارم کردی. خنجری داری تو چشات زهر تابستون دمت، یه سفر برم به قربونت بشم فدا مدت. کارگردان هم هر کی میخوای با ماشین سرقتی دارید فیلم برداری میکنید، مجوز فیلم برداری. بله بله، این خدمت شما جانم. خدمت شما باشین یه لحظه. مثلا فرار کردی یا رفتی مجوز بیاری؟ اینه که آمده حالا کارتتون نشون بده. فکر نمیکنی یه خورده دیر شده؟ فالوورهای محترم سلام عرض میکنم خدمت شما. همونطور که دارید میبینید من مشغول ضبط اولین کلیپ خودم بودم که ناگهان دچار حمله نیروهای انتظامی شدیم. همونطور که میبینید همه رو به طرز فجیعی دارن جمع‌آوری میکنن. 5 میلیون هزینه کردم همه به وادر من. آقا بلند شو بیا پایین. سری من روی صحبت من با رئیس جمهور کشور من است. آی رئیس جمهور. آو سلام فرمیشن خوبیسی؟ اوز میخوام ببخشم من برای رئیس جمهور دارم پیام میزنم. اوز میخوام ببخشم ای رئیس جمهور این بوده من حتیش جوانان. شما من نمیشناسی؟ شما فیلم مردی که ناخورد دلش تکان خورد من ندیدی؟ نه من کاری با شغل شما ندارم. شما شاکی خصوصی دارید بعد بیاد به عنوان کلانتری. خانم من از شما خواهش میکنم من پام به کلانتری باز بشه حرفم به خطر میفته. حرفه شما اصلا به من مربوط نیست آقا. وقتی سوار لیموزین مردم میشی باید عواقبشو پس بدی. داغونش کردین، شیشه‌شو شکوندین. شیشه‌شو به خدا من نشکستم. چی چیکار میکنی؟ بابا دارم لایف میگیرم مامور بازار نمیبینی؟ گیر میدن. گیر ای گیران. آره خیلی که آپار میده خوبیسی. لیوی تو میسی. میشه منم تو لیویتون باشم؟ آره تابلو نکن، تابلو گیر بازاره. بیا پایین بیا. الو مامانی، ماما شما تماس میگیرم. خداحافظ شما. مادر دیگه نگرم میشه، رای دور نمیست. ما گیریم؟ نه ما گیریم. قبل از اینکه سوار لیموزین مردم بشیم به عواقبش فکر کن. لحظه آروم باش آقا. یه لحظه بذار. خدا بیا بیا. طبیعی باش. آقا درست توضیح بده. خانم ایشون زده شیشه اش کرد. لیموزین واسه چی دزدیدی؟ لیموزین واسه چی دزدیدی؟ درست شما کن آقا کی دزدیده؟ خانم به خدا ماشینو سولت به من داد. سولت کی؟ خنجری دیگه. خنجری؟ معلوم هست خنجری کجاست؟ برای چی شیشه این ماشین شکسته؟ نه با خودم ها نشکستیم که، خنجری شکست. تازه خنجری هم نشکسته، این تو دعوا شکست. بعد خنجری ماشین داد به من، گفت بیارم اینجا تا فردا صبح خاک به سرش بریزه. دعوا؟ خنجری چیزی شد؟ نه خنجری چیزی نشد، ولی خانواده عروس‌داماد به شدت زخمی شده و رأی بیمارستان شده.
با لیموزین مردم رفته عروسی خنجری؟ نه خانم، با ماشین عروسی نرفته که، لیموزین عروس کردن، یعنی ماشین لیموزین عروس کردن. خنجری عروس... ازدواج کرده؟ نه بابا، سک به خنجری زن میده خانم، چون حرفا میزنی. این عروسی دوست خنجری بود، دوستش هم نه، دختر خاله دوستش، این امیریال زهره، حالا ایشالا میبینینش. کارایی میکنی آقا، این عکس من دلست. برای چی موبایلشو جواب نمیده؟ الان خنجری کجاست؟ خانم شما یه بزرگواری بکن، اینا منو نبرن، من قول میدم من خنجری کدبسه بیارم خدمت شما. یه لحظه اجازه بدید. خانم دیدید من هیچ کارم؟ خانم من آدم شناخته شده ایم، اسم منو تو گوگل بزنید، من آدم شناخته شده. بگو خفه شد، بگو اجین جان بوشه، بگو اجین جان بوشه، یه لحظه بگو من شناخته شده. خانم بنده خدا پر بیرا نمیگه، این آدم شناخته شده یه خیلی معروفه، شما سرچ بکنی حتما میبینید، این از جیم چارگوش جایزه گرفته تو جشنواره کاغذ دیواری. تو خب زرم زیاد میزنه دیگه، من الان خودم دیجی زفرلی، خدا بشه شاید شما اینستاگرام سرچ بکنی من 300 کا فالوور دارم. خانم خدا بستر شده، من یه ماشین رو تو خوابم هم نمیدیدم، چه برسه که بخواب سوارش بشم. سولاد مرا گل زد، گفتش که این لیموی نامزد منه، نامزد من عاشق منه، نمیدونم فلان اینا. سومام جانم، با خنجری نسبتی داریم؟ آله من پسر خالشم. آه نکنه خانم شما هم خانم طالبی هستی؟ دست رو بگیر، خجالت بکشی، به خاطر کارهای مزخرف قسم قرآن میخورید، جمع کنه این زیروی فسادتون رو. چایی هرچی چی نمیگم، خجارتان خود چیزی جا حدی برگی شده. بفرمایی، بمیرم تا دبی گریه میکنم. شما هم دیگه خیلی شعری شدین، تو ویلوش 99 درصد هر سه با دعوا تموم میشه. بس کن دیگه ترنگز. پول نخوری به من چایی رو میریزی. من داشت بس خونه. شما اگر تشکیل منظر شخصی بنده 14-15 تا دستشویی بغل بنده. چطی میگی؟ خبر من 30 سالی نیست من دستشویی بس خونه باشی. فاطمه تو هم یه فرود دقیقه تر و تر چایی نریزه دیگه بابا جان، دیگه خود میبوش اینی بذار جلو مهمونه که ترافیک دستشویی نشه. امیریان میگه شنیدم خودم، هیچ نیست که آخه عزیزم، یه ذره میوه داشتیم که اونم فتی خورد. بعدش هم امیریان جان تو که دیگه از یخچال خونه ما خبر داری، هفت روز و هفته شیش روزش فقط کارو شب سرد کن. آره دیگه بابا من نفهم، اون موقع که هول و بلد که بو میزنیم بخواهی بیافتی دنبال ماشین عروس، اقلا تو همون عروسی خود میبه و شیرنی چیزی بر میداشتی. بابا نکنی اما تو قهرم این ببخش من نیستم که اینه بابا، از عروسی پیچیدم خواستم ببرم دیدو. گفتم چراغی که به خانه رواست به وسط حرام. خب از این چراغا دیگه بیشتر نداری عزیزم. من نمیخوام. نه نه من خوبه ممنون. باشه. فتونه اینو پولت میخوره. آخ چی شد؟ چی شد؟ تو سر. حالا میدونم تو نبودی. همه بدبختی ها گردن من عزیزم، برو همش من فتون این شیک باشه نخوری. بابا بس کن دیگه این مسخره بازی. بیا بریم بریم خوشی زن می بریم. بس ببینم کجا بریم میگی بریم بریم. اول از اینکه کسی اونجا نیست باشم درش قفله. قفشه. میریم از پشت بوم ما بعد برمیگردیم میریم شیشه‌ایمش کنیم میریم میبه میاریم مغازه محمودی. آفرین. تو نمیبینی همینا به ما میگن هی دزدین دزدین. حالا یواشکی که میریم یه چیزی برداری. بوره باباشون غلط کردن. آقا جون مغازه میوه فروشی شوهر خاک برسر خودم میگم من میوه بدزدم. بس جان چی شد زنه؟ زنم چی داره میگه بابا؟ آقا گاوده کفته بازار این چه وضعیه؟ زوره اومدی خونه من 14-15 دستشویی در اختیار گذاشتم، میگه یه دستشویی نیست. آقا حالا من بچه چرا اینقدر قور میزنی؟ من نمیدونم قور میزنم برای اینکه تا تو زندگی من اینقدر تحت فشار نبودم. لیموی یزید از یه طرف، عقاب یزید از یه طرف، زنم زای میزنه من بار نمیدارم از یه طرف، من زای میزنم به زبر علی اون بار نمیداره از یه طرف، سوزش زیر بغلم از دو طرف، دستشویی دارم از بیا بریم بالا پشت بوم میخوام هوا بخور حالت خوب بشه. شما باز واسم بابا اینجا جای من، الان میخوام برم دستشویی. بابا عطا خان پشت سر شما کیه؟ فضل جنبی بود. فضل خان با بعد شما دکتر خنجری دیگه بیا از جا مواظب باش جان مادر. آره یکی دیگه مونده، یکی دیگه. آها بیا بیا شیوانه میشی چیکار میکنیم؟ خب بلا کجا باید بریم؟ اینجا اینجا؟ حتی شیشه؟ بابا دیوید کاپر فکر کنی سما اینجا دارم آخه. بیا اینو بگی بشکن برو تو. بابا زشته چی چی بشکن؟ زشتی عروسی من به هم خورده بشکن. یا خدا ببخشید، یا خدا جا مکم چی شو؟
چی شد؟ الهی بمیرم. از سر همه تو خلاصیم، فقط واسه درد سری. خب آقا عزیزم به زور که نیاوردیمت بالا. ببین اگه من اینجا فقط به خاطر حفظ آبرو و واسه فتل و عطا و ننه و غیره و ظالم و سایر بسته بالا. نشکن بابا اینجا درد داره کره. آره بابا اینجا درد داره. شما شیشه به اون گرونی زدین شکونین. جواب صاحبش چی میخوایم بدین؟ جواب نداریم بدیم آقا خنجری. غلط کرده حرف بزن. اصلا به درک همه رو بزن بشکو. نه اصلا بزن بشکو، من پشت شما هستم. اصلا همین خیابون همین ساختمون رو همه بشکو. من پول دارم، پولشو میدم ره. منظورم چیز دیگه. حالا کی میخواد بره این پایین؟ مرد این خونه کیه؟ امیریال حمالخانه دیگه، حتما محمد داره. خدا ای پلت برو دیگه ره، چقدر ناز میکنی. من دسته من اگه بالا نبود من خودم میرفتم پایین. امیر فقط داری میری، تو رو خدا مراقب باشه وقت شیشه چیزی تو دست و پات نره. خب اگه خیلی نگران بود دیشب منو خونه بیرون نمیکرد که خواستگار، و بعدش هم امشب هم منو دادره کنی. قر میزنی امیر. آه اصلا من نمیدارم. من ببخشم اشتباه غلط کردم. باشه با بگو کیس کن بیا والله پاتو بده تو بابا. چی این پای مصنوعی یا مال خودته؟ مال خودم. مصنوعی نیست؟ ببخش برو چوشو چی پابرن روی چیزی نمیدونم چیه. موبایل چی؟ موبایل نمونه برده این از جا موبایلی بادیم به من ممنون میشم. بفرم باز گذارم روشن کنم؟ آره ممنون میشم. بفرم الو سلام سرت خوبه سی زفرعلی ام؟ سلام و زهر مار. خشت بر تو رو زنگ زدم چرا جوابمو نمیدی؟ هندونه بیاد. خوب آقا من صاحبکارمو اومد. اون صاحبکار پدرسکت نمیتونی بگی آقا نیم دقیقه من برم تلفن صحبت کنم. خب حالا شما کجاین؟ بیمارستانی؟ نه من الان یه ساعت اومدم خونه دیگه، بیمارستان نیستم. خونه کجاست؟ خونه کی؟ خونه دیگه. خونه زنم هستم. زنت کیسه؟ آقا زنم دیگه، من توی عروسی چی داشتم؟ بسته بوز زنگوله پا داشتم برای تو میگفتم. زنم دیگه اون صاحب لیموزین. خانوم طالبی. خب ببین تو بهش گفتی چی شده؟ آره خب یه چیزایی رو برش گفتم. خب دیگه ناراحت شد ولی خب نمیتونه چیزی بگه. من که از من میترسه. میدونه یه چیزی بگه من میذارم این شلاپا رو بکنم که بود سیاه میکنم. ببخشین خالی بنده نیشه بنده تو خود. خب ببینین اگر میدانه خب چرا نمیای لیموزین رو ببری تو پسر جان؟ نه من برای اینکه کامل برای این توضیح ندادم. خب من گفتم این شیشه این خراب شده، ترک برداشته، پرده چسبه دخونه باره میدم اینم برم درست میکنم. معلوم ازش حساب میبری ها که من این سگ از من میترسه. این که طالبیه، من خربازه این ماشه دیگه ماشه اینه میدارم از زمین دونیم میکنم. من باید بزن جماعت نمیدم، نوتاقشو کشیدم. بابای من ست از زن خواه کرده ها؟ بله، الحق که پسر همون سبزلی زن کشی. من اگه سبزلی پسر نبودم که یه همچین زن با کمالات و پول داره نمیاد پسر زن من مطمئز کنم. فقط خدا کنه این بچه در شدن منم به بابای من رفته باشه. این میخواد داره مطمئز میکنه، میخواد یه جوری من برای این یه میراث خوار بذارم ره. مای گاد، من میگم کافیه دیگه، من شارژ من داره تمام میشه سرت جان. خب تو میای لیموزینو ببری یا من بیام؟ اینجا اصلا مهمان داریم، مهمانای کله گنده ای داریم، همه از سفیرا همه از سفارتا اومدن اینجا. کشوری عاشقانی همشون اینجا جمعن. من این اینا رو یه جور دک میکنم اینا برن. وقتی رفتن من قرار دارم خونه زهره، میخوام برم خونه زهره. آدرس میدم، تو هم بیا اونجا. خب آقا حالا من میام دو دقیقه دمت در گیر ندی دیگه سول. همین که من به تو گفتم کل کافیس لیمو نمیتونه برای من نگه داره. خداحافظ. الو سول سولت بیا این هندونه که کوچیک. امیر یعنی یه بزرگترشو بده. بزرگتر دوزی تمام نشد. سلام، خسته نباشی. هندونه ماما چجوری بریم بالا نون بپزیم توی این سگ لرزه سرما؟ آخه حرف زد برا من. پرتقالا رو بشه شکوفه. تو نمیدونی من فردا صبح اول وقت باید سفارش مردم رو تحویل بدم؟ تو این شلوغی چجوری نون بپزم؟ حواسم نباشه باید سوخته بچه اینو تو تنور در بیارم. اوا خاله خواه، یه دور از جون بگو. از جون نداره، خودم تو حالا دوباره تو تنور کشیدمش بیرون. مهدا واقعا شهری شدن. تو ویلوش تنور بازی سالمه واسه بچه ها. به جای این کارهای هندونه رو خاچ کنید. چه خبر دونه؟ چه خبر این وقت شاخه جالب بکشه؟ جمع کنه این سیلوی فسادتونه. اجدر بیبیره جمع کن. چشم ایفا بیبیره ببخش، من حواسم نموشه. آقا من بدیم من چی به شما بگم؟ ای بابا چیه دقیقه دارم گرم میکنم دیگه. عروسی داری؟ کنسرت داری؟ تعزیه داری؟ عوضی این بلند شما بیشلنگ گاز دولا چه تا آشپزونه بگو این بخانه روشن کنن گرم بشه.
بچه چی؟ بچه هم داری؟ بچه نه، بچه نداریم. تازه ازدواج کردیم دیگه. آره دیگه، تازه داماد، تازه عروسیم دیگه. اینقدر منو دوست داره، همش آمار منو میگیری. این زنگ میزنه، اس ام اس میده. کجایی؟ کجا رفتی؟ چیکار میکنی؟ منم که اصلا دوست ندارم به زن جماعت رو بدم. خب دوستتون داره. اوف! منو میپرسته. میگم حالا خوبه این همه گیره با هم به مشکل نمیخوری. مشکلی که به هر حال هر کسی توی زندگیش یه مشکلاتی داره. اول زندگی با هم یه مشکل پیدا کردیم. مثلا این خانم بیرون کار میکرد، 150 تا 200 تا کارمان زیر دست این بود. گفتم که ببین ره، من دوست ندارم زن من بیرون کار کنه. گفت چشم، هر چی تو بگی. نه نه آقای خنجر، چون من خودم دوست دارم که بعد دانشگاه برم سر کار. من تعجب میکنم که الان همسر شما یه همچین شغل مهمی رو برای چی ول کرده. نه اشتباه کرده. نه 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 نه، ول نکرد. کار آورد با داخل خانه. من این همه باغ و بستان و تشکیلات و مال و املاک و وان و دوش و حمامی ندارم، شما باید با اموال من برسی. و پذیرفت. پذیرفت. از هر انگوششم یه هنر میبره. چی مثلا؟ آشپزی، نانوایی، کیک‌پزی، مندوق‌دوزی، ملیل‌دوزی، مرسکاری، مثبت‌کاری، منسک‌کاری، شراب. ما هم بلدی. چیز خیلی هر کاری بگی شما بلده. چوب بوری، جوشکاری، جوشکاری، آهنگری، شالیکاری، اینا رو بگو. اصلا هر چی شغلا رو بلده دیگه. جوشکاری که کار مردونه است. چی داری میگی؟ چوبکاری آتا مثلا. اوف، مجسمه سازی هم باید بگم. چه مجسمه هایی میزرده؟ مجسمه های تاریخی میزرده. سرباز های خاموشی ساخته، شما باید نگاه بکنه یه آهانی دو متر 150 نفر نمیتونه دست اینا رو جا بجا کنن ره. اینقدر بزرگه. ببخش این یه سوال داشتم دکتر خنجری. این فقط این که واسه یه دختر رو بدون. اسم زنتون چیه شما؟ آه راست میگه. چیه؟ طالبی. نه نه، اسم کوچیک. اون اسم کوچیکه رو بگو. اسم کوچیک. اسم کوچیک ما توی خانه هم دیگه رو به اسم بزرگ فامیلی صدا میکنیم. بری با من مدرسه است؟ نه توی خانه رو میگم با هم دیگه. برای احترام دیگه، احترام با هم دیگه بذاریم. افس حرمت ها. ببخشید 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 ببخشید، پاسورد من بچه دار میشم. من جلو بچه های خودم باید با احترام صحبت کنم. برای همین بوم به من میگه خنجری، من میگم طالبی. خنجری طالبی. حالا این خنجریه، اونم اگه طالبی باشه میزن خسخس کنم دیگه. شما پرش کنم دیگه. بسه بسه، حالا همسایه صدا میشن. بسه هیس کن، بسه کافیه دیگه. هنوز همون آدم بیمزه قبلی هستی؟ بیمزگری مایه خودت کردی. همونجا مسخره بازی مسخره بازی مسخره بازی مسخره بازی. شما بچه اینکه منو مسخره کنی، مواظب باش کلاه تو رو آقا بادوار نداره ببره. هنده سهرمار، سهرمار، هیس کن، هیس کن، هیس کن دیگه. ایوه بذار الان من این درست همتا شما الان کار دارم. اصلا پاشو بینجا، پاشو بینجا کار دارم. کجا؟ بیا بینه حرکت کن بینجا برمی. امیل چه کارش داری؟ بیا اینجا. فروز، فروز خانم جان، ما فکر کنم طبق آدرس چهارو بعدی ما برسیم دیگه. این خنجری چند تا خواهر و برادر داره؟ تنی یا ناتنی خانم جان؟ مگه ناتنی هم داره؟ تا دلت بخواد خانم جان، تا دلت بخواد. این بابای سولت هر چقدر آدم بی استعدادی بود، آوازش در زنگ گرفتم واقعا استعداد داشت و کوشا بود. خب این از زن چندمشه؟ والا سولت زن اول دائمیشه، خدا رحمت کنه خاله من. دست همین بابای سولت دقیقت مد خانم جان. اینا رو ویل کر رفت یه زن دیگه گرفت، از اون زن 5-6 تا بچه آورد، بعد اونا رو ویل کر رفت یه زن دیگه گرفت، از اونم 6-7 تا بچه آورد. این دائم در طول زندگی گرفت ویل کرد، گرفت ویل کرد، گرفت ویل کرد. من سرت درد نگیرم، میگه سرجم 6-7 تا زن داره و 14-15 تا هم بچه داره دیگه. چند تا از این بچه ها با خنجری تنی هستن؟ ولی در حقیقت این دو تا خواهر داشت سولت که اینا خب تو شلیکاری کار میکردن. خب بعد این تراکتور چپ کرد، اولی زیر تراکتور دردم میمیره، دومی خدا رو شکر خدا رو شکر زنده میمونه. ما اینو میبریم بیمارستان، اونجا ظاهرا خون اشتباهی به این تزریق میکنن، اونم اونجا میمیره دیگه. مگه گروه خونش چی بود؟ دقیق بخوای من بگم اوی مثبت اوی منفی، من نمیدونم خانم چه سوالاتی الان داریم میپرسین. اصلا حالا خود سولت از اینا خبر نداره. مثلا من چه اشتباهی کردم؟ من اینا رو به شما گفتم خانم. تو رو خدا به سولت نگی من اینا رو به شما گفتم خانم جان. خانواده عجیبه. خیلی 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 خانم، خیلی خانواده عجیبه. بد قدم و بد یوم نمستنا. من موندم از سولت که واقعا با کفش افتاده تو ظرف اصل خانم جان. اینقدر این آدم خوششانسه. بعد این یه فالوور داره که ماشاءالله برای 7 و 6 بس. عجب دنیایی. شما میدونی گروه خونی چیه؟ من؟ بله خانم، من گروه خونی من چیزه به...
آبه اوه آبه اوه دقیق من دقیق یادم نیست خانم جان. من الان مدارک من تو کپشن هست، الان کارت پایان خدمت هم من میدم خدمت شما، مشخص میشه الان در بیارم میدم خدمت شما. پس چرا در نمیاری بدی؟ من باید کپشنم بپوششم دیگه خانم جان. نمیشه که نپوشیدی که من نمیتونم مدارک بدم که خانم جان. چرا به هم دروغ گفتی؟ جواب منو بده امینه. چرا به هم دروغ گفتی؟ ولکو آقا این فلک گازش کدوم با فندگی؟ دارم حرف میزنم میگم چرا به هم دروغ گفتی؟ بابا امیر چه اینجوری میکنی؟ خب میگم به قرآن من روحم هم هیچی خبر نداره. اصلا این آمدم من رفتم تو اتاق دیگه بیرونم نیمدم. فرنگیز شاید فرنگیز آره خدا شاید امیر یست راست میگه. ما رفتیم تو اتاق اصلا با مامانم هم دعوا کردیم دیگه بیرون نیومدیم. خیالت راحت باشه. به کی داره به کی از هر کی به چی داره میگه؟ من به روبا میگه شاهده که میگه دومم. شما لازم نکرد تو بحث ما دخالت کنی. شما برو پایین شیر گاز و باز کن پس فر ننند نه که مشتریان بینون موندن. حرکت کن برو بخوایم ببینم دست درد حرکت کن ببینم. خدا تو برای چی با این بدبخ اینجوری حرف میزنی امیریال؟ به این چه ربطی داره؟ کم خودش مشکل داره. امشب تو همه اینجوری میکنه. چون میدونه همه تون واسه من دسیسه کردین، همه تون به من نامردی کردین. آخه باف امیر ما اصلا به تو هیچ دروغی نگفتیم، فقط مامان من یه سری خیالات زد به ذهنش که اونم دیگه نتیجه شو دید دیگه. آه خیالات زد به سرش ها. این میشل پلاتینی با اون طولش ساعت چند اومد اینجا؟ میشل پلاتینی اومد اینجا؟ آقا چی داری میگی آخه تو؟ ها اون میشل پلاتینی ساعت چند میگم اومد اینجا؟ نه ساعت 11 من به تو زنگ زدم چرا گفتی تنهایی؟ گفتم من که میرم تو اتاق بیرونم نمیام، اینا میفهمن جواب من چیه. بعدش هم گورشونو گم میکنم میرم. برای این بد نگفتم. آ گورشونو گم میکنم. دیدی که عین سگ دله صبح دوباره اومدن دنبال گوش. چرا بهم دروغ گفتی؟ اه میگی دروغ گفتی. چه دروغی گفتم؟ من به زنگ زدم گفتم اون صدای کیه؟ گفتی محمود. من گفتم محسود. اینم شد دروغ سومه. چرا بهم دروغ گفتی؟ آقا این شیرگاز بگو ول کنه. بگو شما چرا ول نمیکنی؟ فرنگیس شب ما رفت. آقا امیریال به خدا یان ترسیدم. فرنگیس امیریال فرنگیس فرنگیس این شیرگاز رو باز کردی؟ صدا تو بیار پایین. همه همسایه رو بیدار کردی. به درک چیکار کنم؟ شکوفه جان یه زحمتی بکش قبل منم بردار بالا. آره باز کردم. چرا دود میزنی؟ این همه اهل محل فهمیدن. میخوام برم خبر بدم به این گرگستانی خرابشن رو سرمون. این قسم اونا رو بگو یاشتن. امیریال مامانم یه آروم طرف بزن. تو خودت چهار اینم دو ناش خانم نگاه بکن پلاک دو پرنگیز پرنگیز اون زهره است. دیدی همون دوست سولت که گفتم عروسی دختر خالشه. آه توقع پایینم که عروس خانومه. ببین هنوز لباسش هم عوض نکرده. اینجا کجاست؟ این اومده اینجا امارات ارباب ماشالله است برای کسی که کارتون خواب بوده دیگه. آه باشه باشه. پرنگیز چی میگه؟ میگه زن کف بزن. نه کف کف به شیر گاز برنش. برو زنگشون رو بزن بگو بیاد. زنگشونو بزن بگو بیاد. خانم جان الان خب این شب عروسی بوده دیر وقتم هست بر حال درست نیست. من میخوایم من عجله دارم. برو زنگشونو بزن. حتما. چشم چشم. یا خدا قفله قفله گیر افتادم خانم. فرنگیس جان مامان بیا برو لباس عوض کن دیگه الان این لکی پکی میشه. بیا الان اینو فکر کنن اوده یه ندید بدیدی. خانتالت یه وجب جای خالی توی خونه گذاشتن که من بتونم لباس عوض کنم. بیارو بین کیه الان این وقت شب داره زنگ میزنه. بهت گفتم من عربده نکشی که خانواده گرگستانی ها این وقت شب بریزیم اومن. بله خلا خراب شد خلاص. بله خوابم. من برای دور بزنم بیام. آقا این زن بلندتر هست مثلا بگیم تمامش میگی. توالت خونگیه به اندازه یه توالت مترو ازش کار کشیدین. بفرمایین بفرمایین. کیه؟ پسر خاله آقا خنجری. دروغ دهم. هفتم. دهم سه تاشو دیگه من رد کردم دیگه. ببین خب. جل ببین زهر واقع طبق این کروکی کشیدم جلوی در آرایشگاه بغل دست این عوضی خب. بزک کرده وایساده بودی. چرا بعد به چه علت؟ فیلم بردار گفت. این گفت. همین گفت. خود این بله گفت. بله غلط کشید دلش خواه هزار تا فیلم تو سنگ. اه 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 خجالت بکش. بکش. ببخشید. آخه یه چیزی میاد مگه هر کی کنار هر کی وای میسنه خوشش میاد ازش یه چون هم میخواد باش ازدواج کنه یه همه چیزو گنده داری میکنی کار داریم از اون بر بیاد کمک میکنیم دیگه. اه زهره جانم. آقا چقدر شما با هم بس میکنی؟ یه خبر بد چی شده؟ این نفله که گازش کار میکنه نه فندکش باید یه تنور دیگه بگیری.
خدا خنجری تو دهن منو سرویس کردی بابا. خب مشخصه اون شیر گازش اونجاست، بعد اون دو شاخه رو بردار بیا بزن تو این پریز عوضی درست میشه دیگه. من توضیح میدم زوزو دم نداره گره. بعد عروسی چی جان؟ متونیزم بعد عروسی چی؟ عوضی سوار ماشین شد و منو قال گذاشه. چرا بهم درون گفتی آقا؟ خب مامانم به من فرانگیز گفتش که با تو قرار هماهنگ کنه. خود کرده. خب بعدش که شما ماشین اون مرتی که برین چون مرتی که میخواد ماشینشو ببره. جان؟ نه بس. آخه گفتی مرتی که؟ آخه مرتی که مگه تو مرتی که وقتی میگه مرتی که تو جای جوابشو میده. خب من چی دارم میاسم خدا نمیفهمه. بعدش هم تو قرار بود با ماشین با مینی بوس غلام بوسه میگه که وقت راه گم نکنن. بفهم خنجری خوب پسر خلاص جان خوش اینجا سلام کجاست سلام سلام خوش سلام نزدیکش بود سیج بخال من میسوزه من نزدیکش بود سویچ آوردی الان ها سویچ سویچ میدونی چیه کلیدی که با اون ماشین رو روشن میکنن آوردی اون میگی آهن دیدی آ نه دیگه اونو نیاورد نه خودت تو چیکار داشتی من خبری چی نیاوردی من حقیقت صاحب لیمو رو آوردم صاحب با یزید اومدی؟ یزید کیسه بابا؟ خانم طالبی؟ خانم طالبی؟ هنه شوخی میکنه بابا جلو در منتظره تا آبا الفاظ داره میاد بالا باید بازدون بیچاره شدم. آقا این پیرزنه برای چی زیر بغل گرفته ورده شما دی اینجا؟ یهو با پلیس ریختن دم سوله. آه یعنی علم غیب داشت شما اومد دم سوله ها؟ نه بابا این به لیموش رادیاب زد. این رادیابی کردم اومده مرا خف کردن دیگه. خدا ای فلک آدم فروش شد. ها چیه من نفهمید. آه پس اون موقع که من داشتم آدرس میدادم شما داشتید لفظ قلم صحبت میکردی این خانم کنار شما نشسته بود. ای خاک می سر چقدر بدبختم من اقلا چیکار کنم خدایا. آقا نه تا اساس مورد نیست که خود شیشه ماشینم خودش درست میکنه دیگه. شیشه رو درست میکنه آقا به یزید چی؟ من نمیرم آقا میرم تو این اومد بگو اصلا مورده بگو فرقه خط بگیم فلوازی در نگر میگم میدانه شما اینجایی چی بودید گزی میدید این فلکر به من ای زوره نگاه بکن اینو ببر برو جون شما سایین بیاد اینجا من این شلپار میکنم اصلا ندارم کی آخه طالبی دیگه ای تو آتیش شدید امریه بچه هست باز شد. اوه آتیش زد. من رو فقط باز کردم. تنور رو دارم میگم پشت ما. چی شد؟ هیچی آقا خنجری آتیش گرفته. برگرد. چرا؟ آتیش گرفت خاک بر سرم. هیچی نیست. برگرد. هیچی نیست. به خیر گذشت. دوره. یه چیزی بیار من دورم بپیچم. بابا نصف جون چون میکنه باشه میگه چی شده خوب بابا آخه خنجری رفت تو تنور رو گاز تنور زیاد شد آتیش گره چه شنه حالش خوبه؟ هیچ چی نشد مطمئنی؟ سلام سلام علیکم با کی کار داره؟ ببخشی شما؟ با منه آقا زفرعلی جانم خانم جان بریم به چشم مثل فکر نگفته آفرین گریه نکن دیگه آتش بازی نکن خب آفرین برو این من از سر شبه ایمان زنگ میزنم من جواب اینو نمیدم الان ناراحت شده خدایا من ببخشین ضعیفه رو ناراحت کنم خنجری بله ببخشید این چیز بود دیگه این طالبی بود هم پول داره آره دیگه این شد درس عبرت واسه همگان دیگه همین قشنگ تعریف کن هیچ نگو هیس کن تو هیچ نگی تو هم هیس کن ببند دهنتو
نمیام. آقا سلط بیا بیا نمیسکره بازی مسکره بازی. با من بس نکن. صد بار گفتم آقا من شهرام صدا کنه میگه سولت 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 نمیام. آقا شهر آقا شهر خشم یواش یواش بذار بمالی بشی نکنه. من که میدونم بیام اونجا این خانم میخواد دادگاه سرایی تشکیل بده بگه اله بله جیم بله من میدونم دیگه. برو بهش بگو بهش بگو فلانی که من دستم بالاست بگو خنجری پذیرفت پذیرفت و با داد من که زیر پر من آتیش نگرفته بود من این اشتق مشتق منو گم کردم ره نمیتونم جایی برم بگرنه من زودتر میرفتم. ما به این در نپه یه حشمت و جاها آمدیم از بده حادثه اینجا به پناه آمدیم. میرم آقا هزانت این بچه این لوسی را میدم به خانم طالبی میدم به خودش به خاطر خسارتی که بار آوردم. فقط این پنجشنبه جمعه اجازه بده آخر هفته من بیام بچه رو نگاه بکنم یه تاوی بدم یه دوری بزنم یه سوسیس بدم بخورم همین تمام خدافظ. نه 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 سولت خیلی خوب طبیعی باش طبیعی باش آقا اصلا بحث دادگاه سرایی نیست که تو بیا ببین خانم چی میز صبحانه چیده. بعد من نقشه پیدا کردن آقا با ماتر کردم اونجا جواب تلطیف کردم خدا شاهده جانم آ یعنی از دستم ناراحت نیست. نه بابا بیا تو کاری نداره باشه باش فقط سولت تو الان بیا بشین نشتری رو بزن برمدن پرتوانشی پرقدرتشی روشنشی روحیه تو شرب بشه با قضیه پدر بزرگو تعریف کن قضیه پدر بزرگو تعریف کن بعد نهایت یه عذرخواهی مبسوط هم از خانم بکنم خلاص. آه عذرخواهی چی دستش هم ماش میکنم ره پس وابده باشم دیگه یه باش دیگه تو گوشا طبیعی تو که بودی دیشب دیدی چجوری قیصریه به آتش کشیده شد اوفه یا خدا باید به دکتر نشون بدم یا مختون نس نشده باشم خدا آخ ای خدا چقدر بدبخت من بیا بیا بیا. این روز حساب بر رو کاغذ بنویس نگاه بکن رفتیم اونجا نگی خنجری دستش بالا بود بگو خنجری من ریش که رو گذاشتم اینقدر التماس کردم تا وادت و پذیرفت. بابا تو دیگه کیستی بابا نگاه بکن شهرام نه سولت دست شما درد نکنه خواه خورجم کافیه 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 بفرمان بفرمان صبحانه شما خمجم چشم عرض میکردم آقا پسر عصبانی شده بابا لوسی بده کجا میخوای بابا این؟ خواه برمش همون همون؟ بله شما یا فیلیپ؟ من میبرمش تو آقا برای چی آقا بر تو اگه اون توی عمام لیزه یه دفعه سور بخوری بیفتی روی این بچه این بچه نیست و نابودش ببرش ببند بخشت بز بخوام آن قسم پسر به پدر میگه که آقا میخوام میخوام منظم میخوام منظم میخوام بابا عصبانیت و قار میز صبحانه رو ترک میکنه میز صبحانه رو ترک میکنم راشه خواخر جان این نمک نداره تخمه مرغه مرغانه بخش عرض میکردم زن میاد بالا سر میز پدرم میگه خب بابا این وقت زنش نیست این باید برای این زن بگیریم خب زن میخواد این وقت زنش دیگه مرد میگه زن زنداری سختی سه کار راحتی نیستش که القصه از مادر اصرار است پدر این کار از مادر اصرار است پدر این کار از این حلقه بیا خوردی خیلی خوشمزه است اتفاقا حواس کرده بودم بس دل نکنم عرض میکردم خدمت شما که پدر میگه باشه خانم جان میل ندارم خوبه برسون نمیخواد دیگه برسون خودمون میخوریم مرد میگه آقا من برای این زن میگیرم فقط من باید اینو امتحان بکنم ببینم آیا این اصلا در شرایطی هست که این زندگی به چرخانه زن بگیره آیا کار درستی است برای این زن گرفتن یا نه زن میگه این مرد این واقعا محافظه کاری تو مرا پدر مرا در آورد و زن با عصبانیت و حالت قهر میز صبحانه را ترک میکنه میشه خفشی؟ و اینقدر ظفرعلی زر مفت زد تا همه به حالت عصبانیت به همراه خانم میز صبحانه را ترک کردن. آقا من چه زری زدم آقا؟ آقا چرا سعی میکنی اینقدر با کلاس باشی؟ بیایی داری با کلاسیک داری قصه را تعریف بکنی ره؟ حالا من یه سوال از تو دارم. نه شما الان به من بگو که اون موقع ها اون زمان ها که قصه اتفاق افتاده میز صبحانه بوده سفرم نبوده ره؟ چی داری میگی تو؟ القصه آقا شما بلدی تعریف کنی تعریف کن ببینم آقا. بله شما عمجان تو بیار اینجا بشون من برای ایشون قصه رو تعریف کنم کاکولی که الان کی اینجاست که من برایش قصه تعریف کنم نگاه کن همه رفتن من از برای کی بگم نه برای این مرغنه ها برای کی تعریف کنم ره آقا قصه همین بودی دیگه از برام آقا چه اینجور آقا یه صبحانه بخوریم آقا بلاشون کیسه کاو بعدا پول میکنه بلاشون بابا بلاشون تا تنور داخل بچسونه خلاصه پدر میبینه پسر خیلی زنزن میکنه میگه آقا بذار اینو امتحان کنم پسر صدا میزنه میگه پسر بیا اینجا ببینم میگه بالا پدر میگه پسر میگه پدر میگه این گاوو میبینی توی تبیله میگه آره میگه این همه داران دارم من اینو وردوار بفروش ازدواج کن میگه باشه پدر خلاصه این وار میداره گاوو میبره کجا روستای ب میفروشه حالا خودشون کجا زندگی میکردن روستای ایکس حالا چرا روستای ب روستای ب به خاطر اینکه دزگا بوده دز بازار بوده دز زیاد بوده اونجا تا دلت بخواد دز بوده خلاصه این پسر شاد و شنگول خوشحال صاف و ساده این گاوو وار میداره تون تون هم همینجور داره میره برای چی میخواد سر این گاوو بفروشه برای ازدواج کنه دیگه خلاصه میره اونجا قافل از اینکه اونجا دزگا بوده دزا منتظر این هستن این همینجور میرسه اونجا سرشو بالا میگیره گاو گاو فروشی گاو گاو فروشی گاو فوری 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 گاو فروشی بیاین گاو منو بخرین گاو 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 فروشی گاو فروشی خانم تمرکز کرده یواش آه یواش
خلاصه جان ما شما بگی این گاوم خواسته بفروشه، این دوزه اینو نگاه میکنه، این بچه خیلی صاف و ساده جلو رو نگاه میکنه، میگن چیکار کنیم؟ یه دونه بوز داشته، این بوز رو یواشکی بار میدارن میارن پشت این گاو و بار میدارن بوز رو میزنن سر جاش. این پسرم ناقافل نمیدرسته که چی داستان شیگه، گاو فروشی. خلاصه یه آقای میرسه رو نگاه هره پسر، میگه چیه؟ میگه این الان گاو نیست داره داد میزنه گاو، این الان گوسفنده، این بوزه. میگه چی داری میگی؟ چرت و پرت نگو دیگه. میگه تو چرت و پرت میگی، نگاه کن، نگاه میکنم بار میگردم که اه. ادای بوز در میاره سه آبا داری یوگی کار میکنه. بعد پدر میبینه که پسر، نه پسر میبینه که بوز. آقا من نمیتونم تعریف کنم. آقا ولی خب من خودم تعریف کنم. عرض شد خدمت خانم خودم که خانم خودم خانم تو این الان میگی خانم خودم؟ خانم همه بزرگ امارات منظورم اینو میذارم تو سر آقا. خانم من خیلی خوب خیلی خوب طبیعی باش. عرض شد خدمت سرور خودم که این پسر از روی ناچاری مجبور میشه فریاد بزنه چی؟ بوز فروشی. آن دو دوز ناغولا تصمیم میگیرن بوز را نیز به سرقت ببرن و میدوزن و بوز را میدوزن بوز را میدوزن به جای بوز مرغ میبندن و مرغ هم میدوزن بعدش و این پسر از روی ناچاری دست به خالی بر میگرده به سمت خانه ما از این قصه نتیجه میگیریم که تازه مرغ مونده ها، این مرغ رو باید مرغ دستن داره آخر میگه بخیش ادامه بده بگم براتون این قبط تعریف میکنی هی ور به حساسیت میده کنی به صدای تو این قبط صحبت میکنی من ور میزنم؟ آره بگم اون بیشتر برزدی که آقا ما فهوای نقشه رو نگفتیم اصلا پدر میفهمه که اینا دلقک ها خیلی کلاه از این و بزرگ سر این بچه گذاشتن زنشو زده میکنه میگه زن جان میگه چیه؟ میگه نگاه بکن ببین دیدی بهت گفتم این پسر اهل خانه زندگی نیست میگه چطور میگه هیچ یه گاو نتونست نگر بداره چجوری میخواد زن نگر بداره پدر که خیلی آدم دانایی بوده تصمیم میگیره بره روستایی به انتقام بگیره حالا خونه اینا کجاست روستای ایکس چیکار میکنه از روستای ب میره به روستای ایکس نه میره جنگل و دو تا روبا که شبیه هم دیگه بودن و مو نمیزدن این دو تا رو میگیره ور میداره میاره خونه حالا خونه کجاست خانم جان روستای ایکس میگه زن جان زن جان جواب میده در روستای ایکس آره میگه زن جان من دارم میرم روستای بی چیکار بکنم این کلا بردارا رو پدرشون در بیارم حالا کلا بردارا کجا روستای بی آره شما به احتمال غیر به یقین من زور اینا رو آبگوش مهمان میکنم میام خونه شما یه آبگوش درست کن بیاد حالا آبگوش کجاست روستای ایکس پخنه چرا بس دیگه یه بار دیگه بگی روستای ایکس من میدونم با تو جات تو باش تو تری بگو این بنده خدا مجبور میشه فریاد میزنه فوری فروشی بفرمایید یواش دیگه دارم گشاد کار کردم بیا خانم برم کرد خدا خانم آخرش خیلی جالبه برای شما تعریف نکردم این میره روستای به جار میزنه آره جار میزنه میگه روباه فروشی روباه این کلا برداره میگه میگن چی میگی کل کافیه میگه روباه فروشی است میگه این روباه فرم این روباه معمولی نیست آ این روباه مکاره آره این روباه حرف میزنه با آدم آدما قشنگ میتونن با این صحبت کنن درد دل کنن حرف آدما رو میفهمه بهش میگه که چی دوزه میگه میگه روباه هم حرف میزنه میگه امتحانش مجانی میگه چی چرت و پرت میگه خاطر سر میگه من همین الان به این روباه میگم بره خونه ایمان بزن من میگه آبگوش درست کنه برای نهار میگه مگه میشه میگه اشکال نداره ما میریم هم آدرس این کلا بردار پیدا میکنیم هم یه آبگوش میذارم آقا میرن اونجا میگن ای خدا روباه اونجا بسه اینم خسته آبگوشم آماده بسه آبگوشو میخورن بعد میگن آقا قیمت این روباه چنده میگه من نمیفروشم میگه بی قیمت گزافی دو سه برابر قیمت گاو اینو میفروشه به اینا سه ساعت داری از گاو و مرغ و روباه میگی عقاب چی شد خانم جان جسارت ما قسمت خرشو سانسور کردیم بیادوی داشت خانم ما دو تا عقاب شبیه هم شبیه عقاب یزید میخریم عقاب اول پرواز میدیم که میره که میره که میره عقاب دوم از حیات پشتی میاریم میگیم بفهم این عقاب یزید اینو از همون اول میگفتیم نه دیگه ما خواستیم حق مطلب ادا بشه دیگه بله بعد نه یه کار دیگه میتونیم بکنیم اول بریم اونجا تو اتوبان رو نگاه بکنیم ببینیم شاید تو اتوبان مثلا یکی اونو پیدا کرده یا مثلا عقاب همونجا مونده باشه آخه عقاب گوسفنده حتما تا الان داره اونجا هنوز میچره خب راست میگی کل کو بیسی که این عقاب دیگه پرواز میکنه میره دیگه مطمئن باش الان رفته اون عقاب خیلی جا میشه فارس با این پرواز میکنه راحت ویزا هم کنه میخواد که خانم جان من میگم بریم خیابان مولوی دو تا عقاب شبیه عقاب یزید خریداری کنیم خلاص آره خیابان مولوی پر عقابای یزیده خانم جان تو خیابان مولوی بفرمایید سوال میذارید
تو خیابان مولوی آقا همه چه جون مختشی را آدم عزت پیدا بشه. خب بر فرض که ما تونستیم آقابو تو مولوی پیدا کنیم، خب دادیم یزید برد خودش، اولین بار که اینو پرواز بده رفته که برای خودش بره. بره بره که بره، اگه یزید ناراحت هم بشه از اصل عقاب ناراحت شد که رفته، از اصل شما ناراحت بشه. یه درصد هم تماس گرفت میگین آقا این عقاب با آب شده پرواز کرده رفته، که هوا به هوا شده رفته. من لباس ما عوض کنم بعدم بیا تو اتاق کنید. اتاق فیلیپ؟ احمق، اتاق کار. باشید باشو آماده و باشیم خیابان مولانا مولوی. الو سلام علیکم. 110 آقا من گرگستانی هستم، یکی از شهرستان خواستم خدمت شما راجع به گاز دوزی میگم بره خونه بزنم میگه آگوش درست کنم از اون بره اونجا. میگم مگه میشه؟ میگه اشکال ندارم، اما اینو آدرس این کوره برده رو پیدا کنیم، اما اونجا آگوش رو میزنم. آقا اینا میگه اونجا من ای خدا روبا اونجا واسه آگوش نماده واسه این هم خسته آگوش رو میزنم. سر شما رو درد نگیرم آقا، از مادر اصرار است پدر این کار، از مادر اصرار است پدر این کار، از مادر اصرار است پدر این کار. زمان از این حلقه یا پردی اینقدر خوشمزه است. آمان چه قدم میخواست با جمعه زمان شما عرض میکردم که ناظر حلقه بی من حلقه بیشم عرض بشم پدر تو روحتون از مادر اصرار است پدر این کار، از مادر اصرار است پدر این کار. مادر 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 کسی چیز زفر